محروم کردن زنان از درس و تعلیم به معنای فلج ساختن نیمی از جامعه هست. نه تنها نیمی جامعه، بلکه اکثریت نفوس یک جامعه را خانم‌ها تشکیل میدن، زنان تشکیل میدن. و در حالی که اشد ضرورت داریم ما به اونها. امروز اگر ما فریاد میزنیم که برای خانم‌ها باید استاد خانم باشه، خب این استاد خانم اگر تحصیل نکرده باشه، درس نخونده باشه، از کجا باید بیاریم؟ امروز من به هزارها افراد مثل ما، وقت خانم ما، دختر ما، خواهر ما مریض میشه، دنبال طبیب متخصص زن میگردیم، اگر برای زنان اجازه تعلیم ندهید، این متخصص باید از کجا تعلیم بگیره؟ از کجا باید یاد بگیره؟ چرا کورکورانه را میروید؟ همون کسی که فریاد بزنم من مخالف تحصیل زنان هستم، روزی که خواهرش مریض میشه دنبال هزارها دکتر میگرده تا یک دکتر زن رو پیدا بکنه به اون مراجعه بکنه. چرا حرمت نمیگذاریم؟ حتی علما و اندیشمندان اسلامی در چند عرصه، در چند بخش در تعلیم زنان میگن واجب است. یکی در بخش مسائل علوم طبی، دوم در بخش تعلیم مسائل دین استاد باید شد، سوم در بخش تربیه یک مادری که درس نخونده باشه، تحصیل نکرده باشه، تعلیم ندیده باشه، چطور میتواند فردا یک فرزند موفق به جامعه اسلامی تقدیم بکند؟ کسی میتواند این کار انجام بده که خودش دانش داشته باشه، قدری علم و دانش رو بفهمه، بتواند حداقل فرزندانش راهنمایی بکند؟ بنابراین تحصیل زنان در جامعه اسلامی یک امر ضروری است، یک زنی در زمانش به نام شفا بنت عبدالله وقت مشرف به اسلام میشه، این زن با ثبات است، زنی است که به اصطلاح تداوی میکرد به عمود به طبق رسم و رواج دوران جاهلیت. وقتی که مشرف به اسلام میشه، میای نزد رسول صلی الله علیه وسلم، میگه که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پدر و مادرم فدایتان، من قبل از مشرف شدن به اسلام مردم رقیه میکردم، یا به اصطلاح ما شما تعویض و تومار و نمیفهم تداوی و و مو ادویه های یونانی مردم رو تداوی میکردم. تمام اعمالش رو بیان میکنه که این کارها رو من انجام میدادم برای صحتمندی مردم، تداوی میکردم مردم را. این مهارت یا تخصصی مست در همه رشته. ای رسول خدا، کدام یکی از این مخالف اسلام از کدامش موافق است؟ اگر مخالف اسلام است که من حاضر هستم ترکش بکنم، اگر بریم اجازه میدهید من حاضر هستم پیش برم. پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی میبینه ثبات کافی داره این خانم، دانش داره، حتی قدرت خواندن و نوشتن داره، علم داره، مهارت داره، تخصص داره، اولین زنی است که در اسلام در زیر سایه رحمت پیامبر صلی الله علیه و سلم میای اظهار نظر میکنه و پیامبر برش اجازه میده شخصا، نه تنها که اجازه میده برای فعالیت هاش، بلکه برش میگه با همسرم حفصه هم تعلیم بدی، این مهارتیته، این علم و دانشی که داری با همسرم هم تعلیم بدی. شما رو به خدا خودتان قضاوت بکنید. این حرف من نیست، قول من نیست. اگر کسی معتقد با دین است و پایبند به دین است، این مسائل دین هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای خودش هم حرمت میگذاره و بعد اون موظف میسازه که برای همسرم هم درس و تعلیم ریاد بده، خواندن و نوشتن. و نخستین معلم در اسلام این زن است. من معتقدم، این باور من است و بارها هم گفتم که قرآن هیچ عیب و نقصی در او نیست، کمبودی در او نیست. اگر جای گفته حقوق مرد بیشتره، چون صلاحیت و مسئولیت مرد بیشتره. اگر جای گفته حقوق زن بیشتره، چون صلاحیت و مسئولیت زن بیشتره. قرآن کتاب عدالت است، نه مساوات. بین مساوات و عدالت خیلی تفاوت است. اگر قرآن میگفت زن و مرد هر دو تا مساوی همدیگر هستن، خیلی کارهای مردا انجام میده که زن عمرن نمیتونه انجامش بده، به خیلی کارهای زنان انجام میدن که مرد ابدا اصلا برای او ظرفیت ساخته نشده که انجام بده. بنان اسلام دین عدالته. قرآن همون نسخه زیباست که برای ما آمده، ای که یا ما ادویه را اشتباه میگیریم یا دوا نمیگیریم، اصلا نسخه را استفاده نمیکنیم،
طبق او فرمایشات پیش نمی رویم، در نتیجه مفید برای ما واقع نمیشه، همیشه در جنجال قرار می گیریم، این مقصر ماست نیست. من بارها گفتم که یکی دین هست، یکی متدینین است، یکی اسلام است، یکی مسلمین است. بین اینا خیلی تفاوت است. دین طرح است، پالیسی است، قانون است. متدینین افراد هستند که در برابر قانون چیکار می‌کنند. من مثال دیگر را برتان بدم. یادتان باشه که افتخاراتی که زنان در تاریخ اسلام دارن ما مردان کمتر داریم. اولین کسی که مشرف اسلام میشه، ایمان میآوره، از نور ایمان برخوردار میشه، او یک زن از خدیجه رضی الله تعالی عنها. اولین کسی که تمام سرمایش وقف اسلام میکنه برای رشد و ترقی اسلام، این جان فدایی را انجام میده، او خدیجه است، یک زن است. اولین کسی که خون شهادتش در روی زمین میریزه، زمین رنگین میکنه، او یک زن هست، مادر سمیه هست. اولین کسی که قلم را به دست میگیره در اسلام، علم و دانش را شروع میکنه، تعلیم و تعلم، او یک خانم هست که شفا بنت عبدالله، استاد همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. بنابراین نمیشه انسان اینا رو نادیده بگیره. اولین کسی که دکترا داره در زمان خودش، منظورم از دکترا دیپلومی نیست که زیر بغلش باشه، تخصصی است، مهارتی است که خودش داره، لیاقتی که داره در عرصه طبابت، او یک زن است به نام رفیده اسلمی انصاری. نزد رسول صلی الله علیه و سلم میاد، بیان میکنه که یا رسول الله، در مدینه من این همه مهارت دارم، مریضان را تداوی میکنم، چی نظر داری؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم ازش استقبال میکنه. نه تنها که ازش استقبال میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم برش یک خیمه یا یک خانه را جور میکنه، یک دواخانه را، جای مشخص که مردم در نیمه شب و روز اطفالشان میارن پیشش تداوی میکنه، زنان میان پیشش تداوی میکنن. حتی میتوانیم بگیم دکتر سیار، کلینیک سیار، شفاخانه سیاری که در میدان مبارزه و جهاد در غزوه با کنار رسول صلی الله علیه وسلم قرار داره و زخمی های صحابه را تداوی میکنه. و علما میگن که نظر به این عمل کرده این خانم از این چند چیز ثابت میشه. اول، لازمی بودن و ضروری بودن طلب علم طب و تخصص دکتری برای خانم ها. دوم، مستحب بودن شفاخانه در کنار مسجد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در کنار مسجدش برای این خانم به اصطلاح یک دواخانه و جای مشخص رجور کرده که مریضا رو تداوی میکنه. در هر جایی که مسجدی است باید شفاخانه هم در کنارش باشه. من نمیگم در یک محیط و در یک قریه شما 10 تا مسجد دارید 10 تا شفاخانه جور بکنید، ولی بنابر ضرورت است. این چیزی بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده. بنابراین عزیزان من، اینها الگوها و نمونه هایی بودند در تاریخ اسلام. عایشه رضی الله تعالی عنها که پیامبر میگه نصف دین از او بیاموزید، الشفا بنت عبدالله، نخستین معلم زن که اونم در خانه پیغمبر در تحت نظارت پیغمبر همسر پیغمبر رو تعلیم میده، برش خود پیغمبر اجازه میده. رفیده، دکتر و متخصصی که زخمی ها را، حتی صحابه مشهوری وقتی مجروح میشه در میدان جنگ، او را نزد می آورن، او را تداوی میکنن، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم برش اجازه میده. و ده ها نمونه دیگر شما در سیرت مطهر رسول صلی الله علیه وسلم دارید. خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم شخصا یک برنامه مخصوص برای تعلیم خانم ها داره. در حدیث پیغمبر ثابت است، برای اونها درس داره، تعلیم داره، برنامه داره، مسائل دینشان، مسائل عقیدهشان، توحید رو برشان بیان میکنه. در قرآن، در احادیث صحیح رسول صلی الله علیه وسلم، جایگاه و امتیازی که برای زن مسلمان داده شده، قسم به پروردگار، در هیچ قانونی وضعی دیگری در کره زمین پیدا کرده نمیدونم. چلنج میدونم برای هر کسی که میخواه بیاید بفهم. تمام قرآن را شما ورق بزنید ببینید یک دفعه در مورد زن چی گفته قرآن. من بسالش براتون میدم. از شروع افتتاح زندگی مشترک بین زن و شوهر تا ختم این زندگی، ذره کلمه شما تحت عنوان خشونت پیدا کرده نمیده در قرآن. قرآن میگه وقتی شما از یک دختر مسلمان خواستگاری میکنید، برای مهریه میدید، و اون اجورهن بالمعروف، معروف یعنی کلمه پسندیده، با زیبایی، با وجه احسن، با اخلاق، با ادب، با نزاکت. وقتی میخواهید با دختر مسلمانی عقد ازدواج ببندید، مهریه‌ایش که شروع رابطه است بسیار به خوبی و خوشی بپردازید. این آیه قرآن است که میخوانم. بعد از این
آیتی دیگر میاد میگه بعد از اینکه عروسی کردین، زندگی مشترک با هم شروع کردین، با عاشرهن بالمعروف، با دختر مسلمان این برده و کینی زیب نیست، با او معاشرت بسیار خوب داشته باش، با وجه احسن، به زیباترین شکل. بعد از این میای قضیه نفقه و خانه و مسکن میرسه، چون در ازدواج مسئولیت ها است. قرآن چی میگه؟ و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. جالبش است کلش با معروف میگه. برای مرد مسلمان است که برای نمی زنی که عقد کرده باید برش خانه تهیه کنه، نفقه و مصارفش بپردازه و در کنار اینم سرش مننت نگذاره که من برات خانه تهیه کردم، نفقه تهیه کردم، بالمعروف با بچه احسن. بعد از این قضیه پا فراتر میگذاره، میگه خب شما اگه مدتی با هم زندگی کردین، به این نتیجه رسیدیم که ما دو تا با هم ساخته نشدیم، نمیتونیم با هم زندگی مشترک ادامه بدیم. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. حتی طلاق هم که طلاق از قرآن میگه باید با معروف باشه. ما خود نام ما مسلمان و دیندار است، ما خود بعضی وقت میگویم بعضی چیزا رو احساساتی میشیم، مردم میگن که چرا تیز میگویی، چرا اینقدر تون میروی، تون نیست، به خدا بسیار از ما فقط به شعار مسلمان هستیم.